درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من میذارم و درود دارم، سپاس دارم از جناب مهندس فرزاد در اتاق فرمان که من رو راهنمایی میکنن، کمک میکنن برای بهبود این برنامه. امروز مهمان بسیار عزیزی داریم، مستقیم میریم به اتاق فرمان و اونجا آقای دوست عزیزم جناب افشین نریمان رو خدمتتون معرفی میکنم که احتیاج اصلا به معرفی ندارم. جناب نریمان، ما امروز من به جایی که بخوام اسمشو افشین بگم قاطی نشه، میگم به نام نریمان صدا میکنم. جناب نریمان رو همه شما در برنامه‌های مختلف اپوزیت میبینین و در هفته فکر میکنم 3 تا یا 4 هر چقدر که وسعش برسه برنامه ایراد میکنه و اجرا میکنه و واقعا برنامه های فوق العاده ایه. من تا اونجایی که بتونم از این برنامه ها استفاده میکنم، خبرهای بسیار مهمی رو معرفی میکنن و مهمانان بسیار فرهیخته ای رو دارن. جناب نریمان درود بر شما، خوش آمد. درود بر شما جناب افشین جان، خوشحالم که در خدمتون هستم و خیلی ممنون از اظهار لطفی که کردین، در خدمتون هستم. خیلی ممنون. گرفتن آقای نریمان، آوردنشون در یک استودیو خیلی کار مشکلیه، ولی ایشون به من لطف دارن و همیشه هر موقع من درخواست کردم به صلاح روی ما رو زمین انداختن. در هر صورت خیلی متشکرم. شما لطف جناب نریمان، در خدمتتون هستم، بفرمایید، در خدمتم. قربانتون. این روزا موضوع پیامی که شاهزاده دادن در حقیقت میشه گفت در تمام رسانه ها هست. من الان وارد اون نمیشم، برای اینکه یک موضوعی است که خودش به تنهایی یک ساعت یا دو ساعت نیاز داره و من فکر میکنم که مطالب دیگه ای رو بهش برسیم امروز و اگر فرصت شد اونم یک تلنگری به قول معروف بهش میزنیم. میخواستم که اول دیروز یا در حقیقت امروز به وقت ایران یا وقت ما 12 بلوچ رو اعدام کرد. این اعدام رو من به خانواده های اعدام شده تسلیت میگم، به مردم بلوچ تسلیت میگم، به مردم ایران تسلیت میگم و این اولین و آخرین نخواهد بود و ما از این بسیار خواهیم داشت. یکی از چیزهایی که من همیشه راجبش فکر کردم راجب اعدامی ها و این بوده که این 12 تا رو اعدام کردیم که اینا احتمالاً اینایی که اعدام شدن نون بیار خانواده بودن و میدونیم که جمهوری اسلامی هیچ تعهدی، هیچ برنامه‌ای برای خانواده ها نداره و این خانواده ها، زنا، بچه هاشون یا هرچی، معلوم نیست چه اتفاقی براشون بیفته و احتمالا بچه های اونا هم به یک مسیری خواهند رفت که مورد پسند هیچ ایرانی نخواهد بود. بنابراین این امیدوارم که مردم بلوچستان قبول بکنن که جمهوری اسلامی دشمن اصلی ماست و هزارها نفر رو اعدام کرده و امکان این هم هست که اعدام‌های بیشتری داشته باشیم مگر اینکه ما بجنبیم و یک کاری انجام بدیم. جناب نریمان اگه مطلبی داری راجع به این موضوع داریم بفرمایید که به مطالب دیگه برسیم. بله، من فقط خواستم بگم اولا تسلیت میگم به تمام کسانی که عزیزانشون از دست دادن در این قتل عامی که جمهوری اسلامی میکنه همیشه سال هاست در طول این 43 سال.
ایرانیان رو قتل عام میکنه و منطقه بلوچستان یکی از رنج دیده ترین و محروم ترین بخش های ایران متاسفانه از دوران گذشتم، شاید نرسیده بودن هنوز به اونجا، ولی به هر حال زیر ساختاش خیلی مشکل داره و منطقه بسیار بسیار ثروتمندیه منطقه بلوچستان. یعنی از زمان رضا شاه برنامه این بوده که برن اونجا اکتشاف نفت بکنن. بلوچستان احتمالاً شاید بیشتر حتی از خوزستان نفت داره، به علاوه منابع دیگه‌ای که داره، و من احساس میکنم که برنامه‌ای هست برای اینکه این منطقه رو میخوان خالی از جمعیت بکنن و خیلی خیلی واقعا بهشون ظلم میشه. یکی از دوستان بلوچ خودم و که در تماس هم باش از اون منطقه برام یه عکسی فرستاد، حالا نمیدونم چقدر درست باشه، که بچه‌ها رو میدوزن از اونجا میبرن پاکستان، اعضای بدنشون رو در میارن. قبلا هم یه دوست دیگه بهم گفته بود که میدوزن بچه‌ها رو از اون منطقه به خاطر فقری که هست، بچه‌ها رو میان میدوزن و میبرن در جای دیگه، اعضای بدنشون در میارن و بعدم میکشنشون. یعنی ما با یک چنین نظامی طرفیم واقعا، که و بعدم در همین منطقه بلوچستان به هر حال بین سیستانی ها و بلوچستانی ها اختلاف شیعه سنی درست کردن، یه مقدار زیادی متاسفانه این اختلاف انگیزی ها هم مشکل درست کرده در اون منطقه. و میخوام بگم که یعنی جمهوری اسلامی واقعا یه بلاییه که به ایران نازل شده و ما باید تکون بخوریم. حیفه واقعا. در همین داستان سوختبرها رو باز یکی از دوستان بلوچ به من میگفتش که اصلا خود برنامه سپاه پاسداران یه پولی میگیره، یه باجی میگیره و اجازه میده که اینا برن، مثلا این فیلماشو نمیدونم شما دیدین یا نه، مثلا 1000 تا ماشین 500 تا ماشینه که از همین واندتای آبی رنگی که دارن از یه مسیری از توی رودخونه خالی دارن میرن به پاکستان که این گازوئیل رو اونجا بفروشن. یعنی این از هر طرف ضرره. خب اگر همین اختلاف قیمت رو ما به خود همین مردم بلوچستان میدادیم، یا حتی در این منطقه نه که بهشون بدیم، مثلا مدرسه بسازیم براشون امکانات بیمارستان بسازیم، زیر ساخت براشون بسازیم، و منطقه‌ای هستش که تنها بخش ایران هستش که به آب‌های بین‌المللی دسترسی مستقیم داره، یعنی تقریبا ساحل، تقریبا میشه گفتش که ساحل اقیانوس رو داره، و حیفه واقعا ازش استفاده نمیشه، واقعا یه گنجیه که هیچ استفاده ازش نمیشه و به خاطر اینکه ما نشستیم داریم نگاه میکنیم. بله، راجع به مدرسه بچه ها گفتی، دو تا رقم و خدمتت میگم که جزء اخبار بود. قرار بوده که 45 میلیون دلار هواپیما بخرن، هواپیما مسافربری بخرن، و گزارش بود که از این 45 میلیون دلار 12 میلیون دلارش اختلاس شد، رانت شد، یعنی رفته به جیب یک عده‌ای، حالا معلوم نیست، ولی این به کجا خواهد رسید من کار ندارم. امروز گزارش بود که گزارش جانشین فرمانده قوای انتظامی اطلاع داده که 300 میلیارد تومان تجهیزات جدید برای یکان عملیاتی خریدن. ما میفهمیم یکان عملیاتی یعنی چی؟ یعنی سرکوب مردم. این 300 میلیون دلار هست، تومان از معذرت میخوام. بنابراین این صحبت تکمیل صحبت خود شما هست جناب نریمان، که کارهایی که میتونن بکنن و کارهایی که نکردن و کارهایی که واقعا معلوم نیست برای چه هدف این کار را انجام میدن. حالا بگذاریم، من این اطلاعات برای هموطنانمون حالا هر کجایی که هستن، من دوستان دارم که اینا رو میفرستم به ایران و اینا پخش میکنن، کمک میکنه به آگاهیشون و این آگاهی ها کمک میکنه برای نارضایتی بیشتر و اون چیزی که حقشون هست که باید بگیرن. از این که بگذاریم، اگر مطلبی هست میخوای اضافه بکنی خواهش میکنم، ولی من میخواستم یک راجع به این قطعنامه‌ای که آژانس بین‌المللی صادر کرده راجبش صحبت بکنم، که خود این یک چند تا مطلبی رو داره که دنبالش میاد. به عنوان مثال، حدود 3 هفته پیش بود دولت انگلیس یک بخشنامه صادر کرد و گفت که به ایران سفر نکنید. خب یک قطعنامه بوده، آدم نگاش میکنه به عنوان یک خبر،
امروز خبر بود که وزارت خارجه آمریکا گفته که به ایران سفر نکنیم. و حالا اینو من اول آژانس بین‌المللی رو مطرح کردم، به خاطر این دوتا رو هم میگم. البته در همونطوری که اطلاع داری میدونم که هر روز تمام خبرها رو میبینی، این قطعنامه که صادر شد از 35 تا رأی 30 نفر در این قطعنامه برای آژانس بین‌المللی رأی مثبت دادن، یعنی جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. دو تا رأی منفی بود که میدونیم کدوم هست، روسیه و چین، و سه تا ممتنع بود که میشه هند و پاکستان و لیبی. حالا این یک مقدار حوادثی رو در یک دو ماه آینده پیش میاره که این یک دو تا حوادث اگر ما بخوام رشته اینو بگیریم، امروز آقای بنت به ابوظبی رفته، خیلی کاریست که احتمالش خیلی کم بود بدون هیچ برنامه قبلی. این خیلی مهمه برای اینکه ابوظبی امارات یک روابط بسیار نزدیکی هم با جمهوری اسلامی داره. از طرفی صحبت از این هست که عربستان الان سال هاست که در پشت پرده کارهایی رو با اسرائیل داشته و داره، و امروز گفته میشه که ممکنه که این روابط رو بخواد رسمی بکنه. همه اینا رو که گفتم میخوام به این نتیجه برسم که با اون آژانس قطعنامه که داده شده، و دیشب حتما میدونین که چند تا موشک از طرف عرشبت که نیابتی ها به اربیل فرستاده شده که فقط چند تا ماشین صدمه دیده، و اینم گفتن که به خاطر اون قطعنامه‌ای که صادر شده. منظورم اوضاع داره به یک مسیری میره که ممکنه که غیر قابل کنترل باشه. من میخواستم که نظر، چون میدونم که خیلی تماس‌های مختلف داری، آشنایی‌های بیشتری داری، این صحبت‌هایی که من به عنوان پیش درآمد گفتم میخواستم که با خودت مشورت بکنم، نظرتو برای بینندگان بگی. بله، به هر حال این خبرها داره نشانه یه جنگ دیگه، یعنی که نماینده اسرائیل میره در امارات و دارن بررسی میکنن که کجاها رو بزنن، چجوری بزنن. و از نظر من که جمهوری اسلامی توان دفاعی آنچنانی نداره، یعنی الان ما بگذاریم از این تبلیغاتی که داره میشه، اگر واقعا یه نیروی هماهنگ منظمی بهشون حمله بکنه، به هیچ عنوان نمیتونن دفاع بکنن از خودشون. همونطور که اصلا اسرائیل میاد هر از گاهی میزنه یه جایی رو تو ایران میره و اینا نمیتونن کاری بکنن. به هر حال اینا به قول اینجا یه رسیپی، یعنی دستور به وجود اومدن یه جنگ. همه این اتفاقاتی که داره میفته، قطعنامه آژانس و اینی که جمهوری اسلامی از دقیقا از بعد زمانی که بایدن اومد سر کار با سرعت رفتن به طرف ساخت بمب اتم، چون فکر میکنن که با بمب اتم میتونن خودشون حفظ بکنن. و جمهوری اسلامی متاسفانه یک حکومت شرور نادانیه که حتی جنبه داشتن بمب اتم رو هم نداره. همونطور که موشک بالستیکش از حوثی ها از یمن سر در میاره و بعد اصابت میکنه به مناطق حساس در عربستان و در امارات، قطعا اگر به بمب اتم هم دست پیدا بکنه، کلاهک هسته‌ایش در همین نقاط در لبنان و در یمن به وجود خواهد اومد، سر در خواهد آورد. و این یعنی امنیت ملی این کشورها رو به خطر میندازه و طبیعیه که این کشورها بخوان پیشگیری بکنن قبل از اینکه جمهوری اسلامی به بمب برسه. و با توجه به نارضایتیایی که هست، با توجه به تمام ریزش درونی که از تمام به هم ریختگی که در سیستم نظام حکومتی وجود داره در حال حاضر که ما داریم میبینیم اینو، چون نارضایتی واقعا به یه درجه هایی رسیده که خیلی از کسانی که همین الان شاغل هستن در جمهوری اسلامی ناراضی هستن از جمهوری اسلامی، حتی از نیروهای نظامیش، خیلی از نیروهای نظامیش، و این ریزش ها جدیه. بنابراین الان بهترین موقع برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی، و این کشورها هم اینو حس کردن که
به هر حال باید کار یکسره بکنن و به نظر من مردم هم آمادگی کامل دارن برای این موضوع. من فکر میکنم که تابستان داغ فراموش نشدنی باشه این تابستان. بله، من اضافه بکنم به صحبت قبلی که داشتم، از آخر ماه گذشته یعنی ماه می، ما الان نهم ماه جون هستیم، یک رزمایش هوایی بین اسرائیل و آمریکا انجام شده و ادامه داره، قرار بود برای یک ماه ادامه پیدا کنه، یعنی ما الان وارد اون بقیه شدیم که در این رزمایش هوایی که میگن بزرگترین رزمایش هوایی است که در خاورمیانه احتمالا انجام شده و در اینجا هواپیماهای سوخت دادن به جنگنده ها رو اینوالو میکنن، شاملش میکنن و این نشون میده که اگرچه بعضی از هواپیماها نیازی ندارن که میتونن از تل‌آویو را بیفتن بیان و هدف رو بزنن و برگردن، ولی منظورم از این صحبت و این صحبت های قبلی که شما کردیم و من اشاره کردم نشون میده که یک چیزی در حال به اصطلاح پختن هست و این من بارها تو این برنامه با مهمانان دیگر مطرح کردم که بعضیا میگن جنگ میشه، من میگم نه اصلا جنگ نمیشه، بلکه حمله نظامی میشه که نیازی به جنگ نیست، یعنی تمام اون زیرسازهای نظامی رو میزنن، به صورتی میزنن که نتونن حتی یه دونه مگس هم پرواز بدن. این که میگم، بعضیا معتقدن که من رو این موضوع با شادی میگم، بله من به شاد با شادی میگم، هر کی هم میخواد از من ایراد بگیره بگیره، برای اینکه من میگم که 42 ساله دارن ما رو میکشن، ما مظلوم واقع شدیم و مردم ما هم هر موقع اومدن تو خیابون نمونه هاشو دیدیم، اهواز رو دیدیم و آبادان رو دیدیم، کشاورزا رو دیدیم، همه رو دیدیم و الان که راجع به صحبت میکنیم موضوع بازنشستگان هست، اونا رو هم دارن میزنن. بنابراین و بعد من چند لحظه پیش خدمت بینندگان عرض کردم که 300 میلیارد تومان تجهیزات جدید خریداری شده، یعنی این برنامه ادامه داره. بنابراین اون چیزی که اینا خواهند زد، که البته من باز هم توی این برنامه گفتم و ادامه میدم، باید سر ما رو زد، یعنی باید خامنه ای رو زد، این دست های اختاپوس رو فایده نداره، بله چند تا سردار رو میزنین ولی اون اصلیه اونجاست. و امیدوارم، البته این چیزی که من میگم برای اسرائیل خیلی روشنه که باید چیکار بکنه و بنابراین این حمله خواهد بود و تمام اون موشک ها را خواهند زد. متاسفانه اینا سرمایه های کشورمون هست، ولی چاره ای نیست، بهتره که اونطور انجام بشه و ما دیگه کشته ندیم، حداقل پول رو میشه در آورد و میشه موشک ساخت، میشه به صورت صلح‌آمیز کارهایی رو انجام داد، ولی جایگزین کردن انسان ها محال هست که بشه انجام بشه. به علاوه ما الان هر ماه گزارش داده میشه که چقدر از پزشکان، پرستارها، فرهیختگان فرار میکنن و پناهنده میشن و دیروز بود یا پیروز بود دو تا از نخبگان رو برای 10 سال، هر کدومشون برای 10 سال زندان کردن که اصلا کاری نکرده، الان 2 سال خورده ای هست که تو زندان هستن و اصلا کاری نکرده، فقط برای اینکه کمی اعتراض کرده کمی، و اونا هم جمهوری اسلامی هم این کارشو بلده، میاد الان 12 تا بلوچ اعدام کرده برای اینکه یک درسی بده به بقیه که من شما رو هم اعدام خواهم کرد. اون دوتا بدبختم که نخبه حسن گرفتن که به بقیه دانشجوها بگن که تکون نخورید. حالا ببخشید من دارم درد دلمو میگم، ولی از این نظر میگم که من دوست دارم حرفامو بزنم، اگرچه ممکنه که خیلیان به من بیان میگن آقا شما این حرفایی که میزنی وطن پرست نیستید و دشمن هستید، من هر چی میخوام بگیم بگیم، ولی اون چیزی که من الان هر روز دارم میبینم
کشور اون از بین برده، زمین رو از بین برده، هوا رو از بین برده، آب رو از بین برده، نخبگان رو از بین برده، آب روی ما رو برده، فرهنگمون رو برده. دیگه بعض این که چی میخوان؟ اونم اصلا به ایران قبول ندارن. بنابراین از این دشمن بالاتر من هیچی نمیتونم، نمیبینم. حالا در هر صورت ببخشید افشین جان، اگر شما میخواین راجع به این موضوع یه چیزی اضافه بکنین تا من برم به قسمت بعدی. بله، صحبتهای شما صحبتهای منم هست، یعنی منم دقیقا با شما هم نظر و هم عقیده هستم. فقط کامل بکنم، اینو به نظر من خطرناکترین دشمنی که ایران شاید در طول تاریخ داشته جمهوری اسلامیه. یعنی ما دشمنی که جمهوری اسلامی به ایران و ایرانیان کرده، نه مغول ها کردن، نه عرب ها کردن، نه اسکندر مقدونی کرده. اینقدر از یک قوم مهاجم و مهاجم هم بدتر بودن، بیرحمانه ترین کارها رو انجام دادن. فعالان محیط زیستی رو حتی به زندان انداختن یا کشتنشون، و هر کس هر جوری بخواد به این اعتراض بکنه، یعنی اینا با فسادشون میلیاردها دلار در سال به ایران صدمه میزنن. حالا مثلا یه شهر موشکی رو میزنن، درست سرمایه های ملی ماست، ولی جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از این داره هر سال سرمایه ملی ما رو از بین میبره. از خود دزدی ها حساب بکنیم تا صدمات جبران ناپذیری که به محیط زیست میزنه، تا کارخانه هایی که تعطیل میشن به خاطر اینکه برادران قاچاقچی سالی 25 میلیارد دلار طبق گفته‌های خودشون دارن قاچاق میکنن به کشور، بیکاری، فرهنگ‌کشی و مداح پروری، همه اینا صدمات جبران نشد. یعنی سالها طول میکشه تا ما بتونیم اینا رو جبران بکنیم و کلی هزینه روی دست ما خواهد گذاشت. بنابراین جمهوری اسلامی به هر قیمتی، هر چه زودتر از بین بره، ما سود کردیم. به هر قیمتی مردم ایران سود کردن. و بنابراین من هم مثل شما هم نظرم با شما، فکر میکنم که واقعا این یعنی جنگی به قول شما در کار نخواهد بود، یک حمله نظامی به صورت هدفمند. امیدوارم فقط به قول شما سر ما رو بزنن، یعنی همون قسمت هایی که کار یک سره بکنه دیگه. من احساس میکنم آمریکایی‌ها همراه شدن، یا یه بخشی از سیاستمداران آمریکایی الان همراهن با این کار، قبلا نبودن. این یه تغییریه که من خودم اینجا بر اساس اخباری که میبینم و صحبتایی که میشنوم حس کردم و خوشبینم به اینکه واقعا یه اتفاقات مثبتی در ایران بیفته. یک ویدیوی یک دقیقه هست با هم میبینیم، آقای رضا عظیمی رو یه دقیقه با هم دیگه میبینیم و بعد میگردیم. Gözlemeklerimden müebbet hüzün, dilimde ay kesiğimin yara, düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük, bir öksüzün omuzlarında sükut, yüreğim sana emanet sıkı tut, tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Dadaş gelme. Tamam. Ne zaman o senin gelme yokuna zaman, ne sevda gördüğün masallardaki eskiden işte halı tezgahında dokunmuş gelme yokuna gelme kışmış, gelme kışmış, gelme yokuna mendillere yazılırdı. Allah mağam bağışlasın. هر موقع اینو من چند بار دیدم، هر موقع میبینم منقلب میشم. جناب نریمان، این رضا عظیمی جزو یکان ویژه سپاه بود و با کلت کمری خودش به سرش زد و خودشو کشت، و علتش هم این بود که نمیخواست جلوی مردم وایسه. فرستاده بودنش برای آبادان، ولی قبول نکرده بود، و برای اینکه این ننگ رو قبول نکنه باعث شد که خودشو کشت. یک پیامی بود که چند روز پیش من یک سخنرانی داشتم در به مناسبت آبادان
راجع به این موضوع صحبت کردم و واقعا دلخراشه که آدم ببینه یک جوانی به این صورت این کار رو میکنه و کسای دیگر رو آدم میبینه که باتون میزنن، میکشن، کارهای دیگه میکنن. و من هشدار دادم به خانواده های سپاهیان، به خانواده ها از این نظر پیام دادم که ممکنه که یتیم بشن بچه هاشون. مردم خشمگین هستن، خوبه که از همسراشون بخوان که کار نکنن، یا اینکه اگرم کار مجبورن کار بکنن تیراندازی نکنن، یا اگر باید بزنن فیک بکنن، به صورت قلابی بزنن، یعنی مردم ها زجرشون ننن. چون این رژیم رفتنیه، همه ما میدونیم رفتنیه، مثل همه دیکتاتورها، مثل تمام فاشیستا رفتنیه. من اینو با اجازت نشون دادم و اولش خب ما گفتیم که هشدار دادیم که مردم بدونن، اگرچه خوشبختانه نشون نمیده این صحنه رو، ولی ما تمام برنامه رو میبینیم. نمیدونم اگر امروز که الان با هم دیگه صحبت میکنیم، امروز خاکسپاری رضا عظیمی بود. من برنامه های شما رو با آقای کرمی زند دیدم، اون سروانی که الان پناهنده هست در یکی از کشورها. شما تجربه خوبی با ایشون دارید، بارها ایشون رو آوردین و ازشون برای اطلاعات برای مردم آگاهی دادین. نمیدونم چیزی میخواییم به این اضافه بکنیم، مطالبی که الان دیدین و یا هست، بفرمایید. بله، شما گفتید منقلب میشین. من میخوام بگم من افسوس میخورم از اینکه چرا این جوانان انقدر اعتماد به نفس ندارن که به جای اینکه به سر خودش تیر بزنه بره فرماندهش رو دستگیر بکنه، بره با بقیه کسانی که مثل خودش هستن و هم دلن هم فکرن باشون حرف بزنه. الان انقدر این جمهوری اسلامی ترسونده همه رو از همدیگه، همه به همدیگه شک دارن، ما باید از اینجا شروع بکنیم. به جای اینکه برن و مردم رو نزنن، باید برن و فرماندهانشون رو دستگیر بکنن، فرماندهان فاسدی که دارن از فساد و دزدی این حکومت حمایت میکنن، چون خودشون شریک اون دزدی ها میشن. اگر اهل دزدی نیستن، باید برن اون دزدا رو دستگیر بکنن. اصلا کار نیروی نظامی اینه. الان حفاظت از مردم ایران یعنی دستگیر کردن این آخوندهای دزد، یعنی گرفتن این دزدانی که اموال مردم رو میدزدن، دارن جنایت میکنن. و هر کس هم حرف میزنه میگن این جاسوس اسرائیله، یا بهش میبندن که براش یه پاپوشی درست میکنن که بخوان، و همه هم میدونن که دروغه اینه. یعنی حتی خود اون مامور از خود اون بازجویه میدونه که دروغه، تا همه کسانی که دارن میبینن اینا، همه اون زندانبانا، همه میدونن که اینا این اتهام ساختگی دروغه. بنابراین به جای اینکه به زندگی خودشون پایان بدن، بعد به زندگی اونها پایان بدن، بعد برن اونها رو دستگیر بکنن و این شجاعت رو بعد در خودشون تقویت بکنن. شما که داری از جونت داری میگذری، خب چرا اینجوری حرومش میکنی جونتو؟ به نظر من برو اون فرمانده تو بگیر، برو اونو دستگیر کن، یا اونو بزن اصلا، به جای اینکه به خودت صدمه بزنی. و همینطور همون بقیه کسانی که دارم، یعنی به هر حال با همون برنامه‌ای که شما اشاره کردین با جناب سروان کرمی زندان گذاشتم، اونجا ما فهمیدیم که پرسنل نیروی نظامی ایران کلا، حالا چه نیروی انتظامی و پلیس و چه سپاهی چه ارتش، همشون هم حقوق خیلی کمی میگیرن، هم امکانات رفاهی خیلی پایینی دارن، ندارن تقریبا. یعنی اون چیزی که باید یه کشوری به ارتشش در اختیار ارتشش بذاره نمیذارن واقعا. یعنی حاضرن برن به این نیروهای نیابتی که در عراق یا لبنان جذب میکنن، ما $1,000 $2,000 بدن، ولی به مامور نیروی انتظامی یا ارتشی ایرانی ما $150 $200 دیگه نهایتا $300 میدن. و هزینه های وحشتناک کمرشکنی که وجود داره، خونه های سازمانی داشتن ازشون گرفتن خیلی جا، و خلاصه در شرایط خیلی بدی هستن. برای همین نیروهای نظامی همه ناراضی هستن و توصیه من بهشون اینه که به جای اینکه تن بدین به این جنایت و شریک این جانیا بشین که بخواد از این دزدا حمایت بکنین، برین بگیرینشون و اونجا قهرمان این ملت میشین.
و این شدنیه، کاملا شدنی. میتونم برم به جایی، کافیه چند تا از این فرمانده ها تو نقاط مختلف دستگیر بشن و فیلماش بیاد بیرون، مطمئن باشین میشه مثل موج میشه، همه جای ایران شروع میکنن این کارو کردن و اینا فرار میکنن اکثرا به خاطر اینکه اینا دزدی کردن، خیلی هاشون پولاشون رو فرستادن بیرون. شما حالا تو کانادا هستین، در جریان هستین چقدر از این عوامل جمهوری اسلامی توی کانادا هستن، چه مناطق خوبه، ونکوور یا تورنتو جای خوب هم میرن همیشه، توی همین این شهر واشنگتن هم مثلا کمتر، حالا اینجا ولی توی کانادا بیشتر، هم توی لس آنجلس، تو بهترین جاهای دنیا، سوئیس، آلمان، همه جای اینا رفتن خونه خریدن فرار میکنن اینا. و ما میتونیم اینا رو البته بعداً بگیریم بعد از اینکه جمهوری اسلامی سقوط کرد، انقدر دیگه الان دنیا جای کوچیکی شده که کسی نمیتونه بره جای قایم بشه یا فرار کنه واقعا. ولی میخوام اینو بگم که کسانی که در ایران هستن، مخصوصا نیروهای نظامی که دیگه به جون به لب شدن و نمیدونن بعد چیکار کنن، مستعصل شدن، از یه طرف میبینن که این حکومت فاسده، از یه طرف درآمد درست حسابی ندارن، از یه طرف هم مجبورشون میکنن برن تو این گرما اینا این لباسای سرکوب تنشون بکنن و برن وایسن هموطنانشون رو سرکوب بکنن که میدونن خودشون این کار غلطیه، نمیدونن چیکار کنن و در نهایت مجبور میشن بعضی وقتا جون خودشون رو بگیرن. به نظر من این غلط، بعد برن جون فرماندهانشون رو بگیرن یا اونا رو دستگیر بکنن، حالا نه اینکه حتما بکشنشون، دستگیرشون بکنن و به زندان بندازنشون، اینو فیلمش رو بگیرن در فضای مجازی پخش بکنن. مطمئن باشین هم یک امیدی به مردم میده این کار، همین که یه موج را میندازه در سراسر ایران، بقیه فرمودن بقیه هم همدردن با شما، اونا هم خواهند پیوست به این. به نظر من داره. من فکر میکنم البته صحبت ها درسته، من فکر میکنم که این فکر احتمالا فکر خانواده شو کرد، احتمالا، برای اینکه میدونیم که چه اذیتی رو میکنن. ولی همطور که گفتی مردم، حتی بدنه سپاه واقعا به لبشون، جون به لبشون رسیده و دیگه تحمل ندارن. ما قبلا چند لحظه پیش راجع به فساد صحبت کردیم، 300 میلیارد تومان تجهیزات گفتیم، راجع به 12 میلیون دلار. یه ویدیوی هست به نام سلام فرمانده، اینو با هم ببینیم، ربطش میدم به این موضوع که راجب اختلاس ها و پولی که در اسدر میره، با هم دیگه نگاه میکنیم برای سلام فرمانده. سلام فرمانده، فرمانده، سلام از این نسل غیور جامونده، جامونده، سلام فرمانده، فرمانده، سید علی دهیه. بله، خب این بچه های واقعا معصومی هستن، پدر مادرشون رو مجبور میکنن با پولی که میدن، این پول از سر سفره مردم داره میره و این اولین یا آخرین جایی نیست که در آفریقا این کار رو کردن. ما میدونیم که به کوبا کمک میکنن، به ونزوئلا کمک میکنن، به جاهای دیگه کمک میکنن و این پول ها رو از همونطور که عرض کردم از سر سفره مردم دارن و برای تبلیغشون یعنی الان بچه ها رو دارن به اصطلاح برین واش میکنن، شستشو مغزی دارن بهشون میدن. ما از اول انقلاب دیدیم جناب نریمان که استادهای درجه یک رو از دانشگاه بیرون کردن، جایگزین کردن همین افراد خودشون از امام دانشگاه امام صادق، از پایین بچه ها رو دارن همون کتاب ها رو عوض کردن، سلام فرمانده رو درست کردن و غیره و غیره و حدود 3000 تا آخوند رو فرستادن به مدارس که چک بکنن که چی کار میکنن و تعلیمات دینی بدن و غیره. میخوام بگم که واقعا وجود یک همچین حکومتی که اینطوری داره کارها رو میکنه، از طرفی براش مهم نیست، این تکرار دارم میکنم، از طرفی پولای مردم رو داره از بین میبره و بعد از طرف دیگه ما داریم نگاه میکنیم که الان جناب نریمان شما خودتون وارد هستین در شرایطی که الان بشکه نفت شده حدود 120 دلار، یکی از بالاترین رقم ها هست و وضعیت روسیه را میبینیم، دنیا را میبینیم که منتظر تشنه نفت و گاز هست. این بهترین زمان هست برای جمهوری اسلامی اگر یک کشور یک حکومت
معمولی باشه بتونه از این حسن استفاده رو بکنه، بهترین پول بتونه بگیره، روابطش رو با کشورها درست بکنه، اون تمام این وصل پینهایی که بوده به هم وصل بکنه، بتونه خودش رو بسازه. ولی ما می‌دونیم اینطور نیست. من الان دارم دفاع میکنم از اون تزی که چند لحظه پیش گفتم که من استقبال میکنم از حمله نظامی به کشورم. این بعضیا میگن، همونطور که گفتم، میگن من خائن هستم. من خائن هستم، اگر میخوام بگین من خائن هستم، ولی با این تفاصیلی که میگم جمهوری اسلامی تکون نخواهد خورد. اگر ما به همین صورت ادامه بدیم بدتر و بدتر میشه. 30 سال پیش به این بدی نبود که امروز هست، سرکوب به این صورت نبود که امروز هست. میخواستم نظر تو راجع به این سلام فرمانده و این مطالب آخری که گفتم نظرت داشته باشم اگه ممکنه. بله، شما فرمودین کمک میکنه، نه کمک نمیکنن اینا. شما رد پای جمهوری اسلامی رو دنبال بکنین، ببینین هر جا پاشو گذاشته چه بلایی سر اون کشور اومده. لبنان رو ببینین، عراق رو ببینین، یمن رو ببینین، سوریه رو ببینین که ویران شد کلن، و همش هم همین جوری بود. همین پول یا مفت نفت ایران رو برداشتن بردن دادن به اینا، ولی برای به هم زدن اون کشورها. یعنی کاری که جمهوری اسلامی میکنه، میره در مناطق فقیر، حالا این کشورها دچار مشکل هستن، میره در مناطق فقیر و شروع میکنه مثلا این مسجد میسازه، یه مدرسه میسازه، اولا همه رو شیعه میکنه اونجا و بعدم دوتا آخوند هم میفرسته با تعلیمات مذهبی، چون مردم هم بی سواد هستن، خب میپذیرن این تعلیمات مذهبی رو و فقیر هستن، یه پولی هم بهشون میدن. یعنی یه فرمولیه که هر جای دنیا شما ببرین انجام میشه. حالا توی ایران دیگه انقدر این بچه ها رو بردن به کشتن دادن، دیگه کسی حرفشون رو نمیخره. یعنی حتی اون قشر فقیر ایران دیگه این آخوندها رو قبول نداره، ولی در کشورهای دیگه نمیشناسنشون. از یه طرف هم مثلا میبینن تو سازمان ملل فلان رئیس جمهور ایران بلند میشه میره، اونا اینجوری میبینن، اونا که نمیدونن جمهوری اسلامی این کشور رو اشغال کرده، میگن خب پس اینا جلوی آمریکا وایسادن، جلوی غرب وایسادن، و اینجوری برای خودشون یه مقبولیتی هم در بین مردم بی سواد، مردم ناآگاه در هر نقطه دنیا پیدا میکنن و اونجا رو هم به هم میزنن. شما مثلا وضع همین نیجریه رو که جمهوری اسلامی درش نفوذ کرده ببینید چه جوری کشت و کشتار داره، گروه مسلمون داره، گروه غیر مسلمون داره، به جون همدیگه میفتن، همدیگه رو میکشن. و در بقیه کشورهای آفریقایی که نفوذ کردن، اون پروژه کاساندرا که اومد بیرون مدارکش، یکی از جاهایی که برای پولشویی استفاده میشد همین کشورهای آفریقایی بودن، مثل نیجریه. و خلاصه میخوام بگم که این کمک نیست کاری که جمهوری اسلامی میکنه، دشمنیه به اون کشورهاست. با پول مردم ایران اصلا داره برای ایران دشمن تراشی میکنه. بسیاری از مردم سوریه متنفرن از ایرانی ها متاسفانه، به خاطر اینکه میگم مردم هم نمیدونن که چی داره میگذره تو خود ایران، اکثرا نمیدونن، ناآگاه هستن. ما موقعی که رفتیم توی سوریه، خب ما رفته بودیم کنار مخالفان بشار اسد که از اونا گزارش تهیه بکنیم، ولی بعد مواظب بودیم که اونا نفهمن ما ایرانی هستیم، چون متنفر بودن از ایرانی ها. یعنی ممکن بود ما رو بکشن حتی. بعد از چند روزی که گذشت و با هم آشناتر شدیم و اونام فهمیدن، بعد یواش یواش بهشون گفتیم که تو ایران هم چه خبره، ولی به هر حال بازم جرئت نکردیم بهشون بگیم ما ایرانی هستیم. یعنی اینقدر میخوام بگم این به ضرر منافع ملی ماست. این کاری که جمهوری اسلامی میکنه داره به اموال ایران میبره، برای ایران دشمن درست میکنه باشه، و بی‌نظمی و کیاس هرج و مرج میسازه تو هر کشوری که میره، و بعدم میبینیم نتیجه چی میشه دیگه. شهرهای یمن ببینیم ویران شده، شهرهای سوریه ویران شده، لبنان مشکلات اساسی دارن، یه گروه، یه مش تروریست، یه مش تروریست قاچاقچی که همه جور کثافتکاری میکنن دیگه، از قاچاق مواد مخدر تا قاچاق انسان تا تجارت غیرقانونی اسلحه، همه کاری انجام میدن. به یه گروه مافیایی وحشتناک دیگه، به اینا کمک میکنن به اسم حزب الله لبنان، و اینا پراکسی جمهوری اسلامی هستن، یعنی شعبه جمهوری اسلامی تو اون کشور هستن. توی عراق هم همینه، اون کتائب و اینا همشون به همین ترتیب دارن عمل میکنن. یعنی نه تنها کار مثبتی برای خود مردم اون کشورها انجام نمیدن، بلکه به ضرر منافع خود اون کشورها عمل میکنن، و مردم عادی اون کشورها اینا رو از چشم ایران میبینن، نه از چشم دولت ایران، چون مردم همه به اون آگاهی نرسیدن که بدونن که این دولت با ملت فرق داره، دو تا چیز جدا از همه، مخصوصا دولت جمهوری اسلامی که اصلا ضد مردم ایرانه، و متاسفانه اینطوریه. و
فرمودین راجع به حمله که حمایت میکنین، ما اگر میخواییم حمله نشه باید خودمون تکون بخوریم. نمیشه که ما همینجوری بیمسئولیت بشیم. یعنی حالا صحبت بیانیه شاهزادم که شد، شاهزادم همینه گفت مسئولیت باید داشته باشین دیگه. اگر داخل هستین چیکار کنین، خارج هستین چیکار کنین، نیروی نظامی هستین چیکار کنین، همه اینا رو خیلی یه فرمولای ساده است. یعنی خودتونم بشینین فکر کنین به همین نتیجه میرسین. ما باید تکون بخوریم، باید وجود داشته باشیم و تکون بخوریم، حرکت کنیم، کشورمون رو پس بگیریم، کشور ما اشغال شده. افشین جان گفتین که برای اینکه بعضی از بینندگان ممکنه که با گذشته آشنایی نداشته باشن، گفته بودی رفتی به سوریه و اینا، برای بینندگان بگو در چه کپاسیتی، در چه ظرفیتی بودی رفتی و چه کار کردی که دوست هموطنان حتما این سوال براشون پیش میاد. خواهش میکنم. بله، ما سال 2012 من و علی جوانمردی و خانم رودی بختیار از طرف صدای آمریکا فرستاده شدیم که بریم به اصطلاح، البته اونا رسما نگفتن برین سوریه، به صورت غیر شفاهی میدونستن که ما قرار بریم سوریه ولی روی کاغذ ما قرار بود بریم ترکیه. و ما رفتیم اونجا و از دو تا مرز مختلف، یه بار از مرز کلیس رفتیم اطراف حلب و یه بار دیگه از تو کوها و جنگلا رفتیم به اطراف شهر لازقیه و اونجا هر دفعه یکی دو روز سه روز موندیم با این ارتش آزاد بود. اون موقع هنوز جبهه النصره یا هیچ کدوم از این گروه های دیگه درست نشده بود، یه دونه FSA بود یا ارتش آزاد سوریه و یه اپوزیشنی هم داشت که اینو رهبری میکرد، این شاخه نظامیش بود، اون شاخه سیاسیش بود که دفترشون توی استانبول بود. عبدالباسط سیدا بود فکر میکنم رئیسش اون موقع، چون این رئیس ها دوره‌ای بود، هر 6-7 ماه بار عوض میشد. اون رئیس دوره‌ایش رو هم ما اون سال مصاحبه کردیم و این گزارشش هم پخش شد. این تابستان سال 2012 بود که این 10 سال پیش که ما رفتیم به سوریه و این گزارش رو تهیه کردیم. بله، من اینو خواستم که بینندگان بدونن که شما در چندین سال در صدای آمریکا همکاری داشتین با اون سازمان. جناب نریمان، دیروز یا پریروز بود که صحبت از این شد که یک دستبردی زده شد به صندوق امانات بانک ملی و ظاهرا 240 تا صندوق اونجا بوده، 170 تاشو مسی که زدن و امروز کسانی که مطلع شدن که جنس داشتن اون تو، بعضیشون انقدر ناراحت شدن مجبور شدن اونها رو ببرن به بیمارستان. یه عده هم آمدن تو خیابون و تظاهرات کردن که تیراندازی هم شده. البته نکته ای که هست اینه که این بانک ملی حدود 500 متر با کلانتری فاصله داشته و نزدیک عرشبت حضور، چون که نخست وزیری هم بوده. صحبت از این هست که چطور ممکنه که، البته کسانی که آشنایی دارن با بانک ملی و اون قسمتی که صندوق امانات هست، چطور ممکنه که یه همچین اتفاقی افتاده باشه و چرا همه رو نزدن، اونایی که فرصت داشتن، چون نیمه های شب بوده. و این هست که میگن که ممکنه که، البته این یه حالت کانسپیرسی، تئوری کانسپیرسی داره که امکان داره و میگن که بعضی ها معتقدن که به خاطر نارضایتی به اصطلاح ردگم کردن از چیزایی که در اتفاق میفته هست، یه مدار ترس ایجاد بکنن خود سازمان، خود حکومت جمهوری اسلامی. یه دم معتقدن که نه، در بعضی از این صندوق ها چیزهایی بوده، مدارکی بوده، چیزهایی بوده که میباید برداشته میشده، برای همین همه رو برداشتن. و بعدم چیزی که جالب گزارش که شده، دزدا که رفتن، حالا اگه بگیم دوز یا هر چی دیگه، بعضی که کارشون تموم شده از در رفتن بیرون، درم قفل کردن و رفتن بیرون. این از اون کارهایی است که مثل اون، من موضوع فخری زاده رو به نظرم افتاد، فخری زاده رو که کشتن. صحبت از این بود که
چطور ممکنه که یک تیرباری رو وارد ایران بکنن که حدود یک تن وزنش بوده اینطور که گفته میشه و بعد اینو سوارش بکنن و قاعدتا این قطعه ها کم کم یعنی یه قطعه وارد شده سوار شده و بعدم اون اتفاق افتاده و بعد از اینکه کارشون انجام شده هیچی باقی نمونده که بتونن جای انگشتی باشه یا کسی رو بگیرن تا حالا کسی رو نگرفته. میخوام اینو بگم که حتی خانومش که بغل دستش نشسته بوده فخری زاده اونم هیچ طورش نشده، نگهبانا اونم که بادیگاردش بودن اونم طورشون نشده. البته یه عده معتقدن که من معتقدم که ما نمیتونیم ببینیم که اسرائیلیه یا هر کسی دیگه وارد ایران شده با هواپیما اومده یا با اتومبیل اومده یا از خیابون اومده یا هرچی کارش رو انجام داده بعد سوار شده رفته. نه، اینها به نظر من ایرانی ها هستن در داخل، اینا هستن که مخالف جمهوری اسلامی هستن، اینا هستن ترین دیدن، آموزش دیدن و میتونن این کار رو بکنن و تو جامعه هستن. بنابراین این تئوری که جمهوری اسلامی میگه که نمیدونم فلان، درسته اون ممکنه تکنولوژیشو نمیدونم اون نالجشو دانششو بهشون داده باشن، ولی اینطور نیست که اونا وارد بشن خارج بشن خونه چی میگن قمر خانم که نیست که همینطور میانه برن. منظورم از این جناب نریمان اینه که این دستبرد به نظر من مشکوکه و عرشبت حضورتون که امیدوارم که البته ما چیزی نخواهیم از جمهوری اسلامی بشنویم، ولی امیدوارم از اینتلیجنسی های کشورهای دیگه ما یک چیزی رو به ما داده بشه که این به چه صورت هست. اگر چیزی دارین راجع به این صحبتی بکنین بفرمین، مگر نمیرم یه سابجکت دیگه. بله بله، من فهم خواستم بگم که این اصلا یکی از عجیبترین اتفاق هاست که صندوق امانات بانک رو اینجوری برن بزنن. قطعا یه چیزی بوده تو این صندوق امانات و شاید مثلا تو 4 تاش یه چیز مهمی بوده و اون 100 خورده ای دیگه برای ردگم‌کنی بوده که گفتن مثلا 170 تا رو زدن، نمیشده مثلا برن فقط 5 تا صندوق خالی بکنن. قطعا یه چیز خیلی مهمی بوده، حالا شاید اصلا با ارزش‌تر از پول یا طلا و اینجور چیزا بوده و به نظر من مشخصه که این کار خودشونه. یه اتفاق دیگه هم که افتاد در همین این چند روز گذشته هک شدن دوربین های امنیتی بود، شهرداری یعنی تمام دوربین های ترافیکی رو هک کردن و این مثل یه تمرینه به نظر من، یعنی هر وقت که بخوان میتونن همه دوربین ها رو هک بکنن و این یه قدرته. همه اینا رو به ما داره میگه که جمهوری اسلامی رفتنیه. بله. جمهوری اسلامی در یک بحران قرار داره و ماهای آخرش رو شاید داره میزه، شاید ماهای آخرش حتی. و برای همین این نیروهایی که میخوان سرکوب بکنن یا هنوز کنار جمهوری اسلامی افتادن وایستادن، مخصوصا اونایی که توزیع نکردن یه حقوق خیلی کمی دارن میگیرن، حالا حتی همین ارتش سایبری و این بچه‌هایی که این دارن کار میکنن برای جمهوری اسلامی، باید حواسشون باشه. ببینید الان تکنولوژی یه جوریه که هیچ کس نمیتونه فرار بکنه، خیلی راحت میشه دونه دونه حتی همین بچه‌های ارتش سایبری رو پیدا کرد، خیلی راحت، و مردم ازشون نمیگذرن. یعنی مردم از کسانی که کنار جمهوری اسلامی وایسادن به این راحتی ها نمیگذرن. من فقط بر خودشون دارم میگم، از همین الان باید بکشن کنار و بیان به مردم بپیوندن، بیان کمک کنن به آزادی خواها، کمک کنن به کسانی که دارن به جمهوری اسلامی مبارزه میکنن که بشه زودتر ما این جمهوری اسلامی بکشیم پایین. از قدرت موندن جمهوری اسلامی در قدرت برابر با جنگ، برابر با ویرانی، نابودی، یعنی بدتر از این، خیلی بدتر از این چیزی که تا الان اتفاق افتاده. گرانی ها رو نگاه بکنید، یه شونه تخم مرغ 90,000 تومان یا مثلا یه کیسه شما بیاری از یه بقالی خرید بکنیم میشه 500,000 تومان، 1,000,000 تومان، اگه بالای شهر باشه میشه 1,000,000 تومان. خب در نمی انقدر نیست حقوق مردم، مردم حقوقشون همین 2-3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون، بیشتر نیست و برای همین فشار خیلی زیادی داره و همه میاد، یعنی حتی این کسانی که بسیجی هستن، ارتش سایبری هستن، برای ما هستن 10 میلیون تومان دارن کار میکنن، بازم میرن اون هوای آلوده رو استشمام میکنن، بازم یعنی اون بیماری هایی که از اون بهشون میرسه، بازم روغن پالم میخورن، بازم ماشین غیر استانداردی که جمهوری اسلامی به زور بهشون میفروشه رو دارن استفاده میکنن و جون خودشون و خانوادهشون رو به خطر میندازن. واقعا باید دست بردارن فکر کنن یه خورده به این و عواقب هم جمهوری اسلامی.
آخرین صحبتمون این که یه عکس هست با هم میبینیم که سفیر روسیه وایساده و نظامیان سپاهیان صف کشیدن که به ایشون روز روسیه رو تبریک بگن. اصلا در هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته که سپاهیان، ارتشیان، انتظامی بیان به یک سفیر بدن. اگرم تبریک قرار بشه، وزارت خارجه میاد این کارو میکنه و تموم میشه. ولی یک صف طولانی که اینا میان، من در یک نوشتاری که گفتم ما مستعمره جمهوری اسلامی هستیم. صحبتایش هم راجبش قبلا کردیم که روسیه اجازه نمیده ما نفت و گازمون رو بفروشیم به خاطر اینکه میخواد که فشار به غرب بیاره. بنابراین این آخرین عکسی بود که خواستم که شما ببینین. اگر برای 30 ثانیه اگر مطلبی داری راجع به این بگی که ما برنامه رو ببندیم. من فقط میخوام بگم تنها نظامیانی که هنوز کنار خامنه ای موندن همون کسانی هستن که نوکر روسیه هستن، یعنی مستقیما دارن برای روسیه کار میکنن و حتی نیروهای نظامی روسی در ایران دارن به کارشون نظارت میکنن. فقط اونا هستن که کنار خامنه ای ایستادن هنوز. افشین جان خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتی. میدونم که چقدر گرفتاری، یعنی گرفتارم مشغول هستی و امیدوارم که باز هم به من لطف داشته باشی در زمانی که ازت خواستم که باز هم به ما بپیوندی با بینندگان ما صحبت بکنی. خیلی ازت ممنونم، روز شبت بخیر. خیلی ممنون از شما که از من دعوت کردید. بدرود. ترین من ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو.